منم خدمت شما سلام عرض میکنم. به شما این روز رو شاد باش میگم. تشکر میکنم از شما و دوستان رادیو زمانه که این فرصت رو برای من فراهم کردین که درباره اول ماه مه مکسی بکنیم. عرضم خدمتتون که درباره اول ماه مه که همه میدونیم روز جهانی کارگر هستش و بسیارانی اون رو عید کارگران میدونن، واقعا نمیشه صحبت کرد بدون اینکه به تاریخچه این روز نگاهی انداخت یا به سرچشمه های این روز نگاهی انداخت، واژه‌ای که روزا لوکسانبورگ به کار برد در نوشته خیلی 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 کوتاهش درباره سرچشمه های اول ماه مه. خب من ناچار هستم که یک کوتاه درباره این تاریخچه صحبت بکنم. این اول ماه مه یه پیوندی هم داره، لاقل برای یک قرن یک پیوندی داشت یا شاید یکمی بیشتر برای برخی کشورها با مسئله 8 ساعت کار روزانه. و ما میدونیم که پیش از اینی که یعنی باید یک جنبشی شکل میگرفت برای این که 8 ساعت کار روزانه رو سرمایه‌داران بپذیرن، پیش از پذیرفتن این 8 ساعت کار، خب کارگران در جاهای 11 ساعت، 12 ساعت، 13 ساعت کار میکردن و در شرایط بسیار بدی. بنابراین مسئله 8 ساعت کار در روزی که از خواسته های کارگران میشه از نیمه دوم دو قرن پیش، اولین جایی که در حقیقت یک مبارزه‌ای صورت میگیره برای 8 ساعت کار به شکل منظمی در استرالیا هستش و در سال 1856، و در این روز کارگران استرالیا دست یک حرکت سرتاسری میزنند در این کشور و این خواست رو مطرح میکنن که ما میخواییم 8 ساعت کار در روز بیشتر کار نکنیم، و این با چنان کامیابی روبرو میشه این جنبشی که در 21 آوریل شکل گرفت که سازمان دهندگانش برون میشن که این مبارزه رو تکرار کنن سالانه. مبارزه‌ای که به طبقه کارگر یعنی شخصیتی داد، شجاعت و جسارتش رو نشان داد و اینی که نیروی هستش برای خودش در جامعه. یک روز رو میاد به خیابان، به سر کار نمیره و خواسته های خودش رو بیان میکنه. در رأس همه خواسته ها مسئله 8 ساعت کار در روز. این حرکت کارگران استرالیا در این کشور، در اون کشور، کم کم رفته رفته شکل میگیره تا میرسیم به 1886 که در امریکا فدراسیون امریکایی کار، American Federation of Labor، اول ماه مه رو به عنوان روزی که انتخاب میکنه به عنوان یک روز بین المللی برای یا یک روز جهانی برای
8 ساعت کار در روز و شماری دیگه از خواسته های طبقه کارگر. خب وقتی که این رو به عنوان روز بین المللی اعلام میکنه، پشتش داستان استرالیا وجود داره و چند کشور دیگه‌ای که این مراسم 8 ماه مه رو داشتن برگزار می‌کردن، حالا در روزهای گوناگون، نه لزوما در روز اول ماه مه. ولی علت اینی که در امریکا اول ماه مه رو در حقیقت اعلام می‌کنن، این روز رو به عنوان یک روز مبارزه کارگران، کاملا اتفاقی بوده. یعنی فدراسیون بین‌المللی کار به این نتیجه میرسه که این روز داره چنین روزی ما دست به حرکت بزنیم. و خب در این روز کارگران شهرهای صنعتی و شهرهای بزرگ بیشتر در شرق امریکا مثل نیویورک، سن لوئیس، بالتیمور، میلواکی، شیکاگو، اینها دست میان به خیابون و دست از کار میشورن اون روز و میان در خیابون و شعارهای همین 8 ساعت کار در روز و شرایط بهتر کار، بیمه، مسائل مشابهی رو، خواسته های صنفی هستش، کاملا مطرح میکنن. در اون روز به گمان زده میشه 350,000 کارگر در این شهرها دست به این به خیابان ها میان. این در 1886 که همونطور که گفتم. خب در خیلی از این شهرهایی که اشاره کردم سرمایه‌داران عقب نشینی میکنن و میگن میپذیریم این درخواست کارگران رو برای 8 ساعت کار در روز. در شیکاگو این اتفاق نمیفته. در شیکاگو سرمایه‌داران مقاومت میکنن، ایستادگی میکنن در برابر خواست کارگران و گارد ملی و پلیس رو به خیابان میکشن و این در درگیری هایی که صورت میگیره، چون که نه در ابتدا ایستادگی و مقاومت طبقه سرمایه‌دار هستش، از اون سو کارگران که میبینن که به خواسته هایشون اعتنایی نمیشه و در این حال این جنبش جنبشی بودش که بسیار تأثیر مثبتی داشت در شهرهای دیگه جامعه و حتی در خود شهر شیکاگو، بران میشن که جنبش رو ادامه بدن. بنابراین تا روز چهارم که این رو ادامه میدن که 4 روز سر کار نمیرن به طور پیوسته و تبدیلش میکنن این حرکت رو به یک اعتصابی برای چند روز، پلیس در حمایت از درخواست سرمایه‌داران حمله میکنه به این کارگران و در این حمله بسیاری دستگیر میشن، بازداشت میشن، بسیاری به زندان میفتن و چند نفر از این زندانیان، 4 نفر از این زندانیان رو، کارگر رو به جوخه اعدام میسپاره پلیس شهر شیکاگو. و خب این طبیعتاً وحشت افکنی بوده که سبب میشه که کارگران یک چندی دست از حرکت بردارن. یعنی در سال 1877 ما شاهد این نیستیم که مبارزه ای صورت میگیره در امریکا، در جاهای دیگه ای صورت گرفت البته همون سال، ولی در سال 1888 باز فدراسیون بین المللی کار فدراسیون امریکایی کار و شمار دیگر از اتحادیه ها و کارگران تصمیم میگیرن که در سال 1890 اول ماه مه رو دو مرتبه برگزار کنن، هم برای طرح خواسته هاشون هم برای زنده نگه داشتن این رویدادی رو که در سال 1886 به خون کشیده شد یا خونین شد.
این وسط یه مسئله مهمی هستش که باید بشه پرداخت و اون این هستش که در سال 1889 یعنی به مناسبت در حقیقت 100 سالگی انقلاب کبیر فرانسه 1789 در این سال یعنی 100 سال پس از انقلاب فرانسه بین الملل کمونیستی انترناسیونال دوم کنفرانسی میذاره در پاریس در پایتخت انقلاب فرانسه اجلاسی میذاره نشستی میذاره که نشست انترناسیونال دو بود و در این نشست در میان مسائل گوناگونی که به جنبش کارگری جهان مربوط میشه مسئله 8 ساعت کار در روز رو مطرح میکنه و همچنین اینی که اکنون که کارگران آمریکا برنامه ریزی کردن برای 1890 یعنی یک سال دیگه برای اینی که اول ماه مهر رو گرامی بدارند و اون رو تبدیلش بکنند به یک روزی برای خواسته هاشون مهمتر از همه 8 ساعت کار ما هم اعلام میکنیم که از این جنبش دفاع میکنیم و از این روز رو گرامی میداریم برای همه کسانی که در جنبش کارگری و کمونیستی هستن. در نظر بگیرین که اون سال در پاریس 400 نماینده در کنگره انترناسیونال دوم شرکت میکنن و این 400 نماینده از کشورهای اروپایی هستن، امریکا هستن، از برخی کشورهای آسیایی هستن، اقیانوسی هستن، بنابراین یک طیف بزرگی رو از مردم و کارگران کشورهای گوناگون در بر میگیره، کارگران روشنفکران کشورهای گوناگون در بر میگیره. این مسئله مهمی هستش توجه بهش. در حقیقت وقتی که انترناسیونال میاد میگه که این روز جهانی هستش با اتکا به یک واقعیتی، با اتکا به اینی که میدونه در این روز در بسیاری از نقاط جهان در هر جایی که شعبه داره، در هر جایی که هوادار داره انترناسیونال این برنامه برگزار میشه و خب این یک بعدی به داستان اول ماه مه میده که شاید یعنی یکی از نکاتی که مطرح هستش اینه که در دوران مدرن هستش که ما دو تا روز داریم که این دو تا روز روزهای جهانیه، یعنی یه عید جهانی، یک مراسم جهانی، یک رویداد جهانی که هر سال ازش به عنوان یک روز برادری یا خواهری ازش نام برده میشه، 8 مارس و اول ماه مه. و این بعد قضیه که این روز جهانیه و اینی که کارگر یک پدیده جهانیه در همه جا هست در دوران مدرن و اینها با هم دیگه یک همبستگی دارن، برادری دارن، منافع مشترکی دارن، آرزوهای مشترکی دارن، خواسته های مشترکی دارن و این بودی که در حقیقت ما میبینیم که در هر جایی که اول ماه مه برگزار میشه روی که این روز بین المللیه و این روزی هستش که مثلا برادران ما مثلا در کشورهای دیگه هم دارن دست به حرکت میزنن. همین در مورد 8 مارس میشه گفت که یک روز بین المللی شد. عرضم خدمتتون که در اینجا باید به این نکته اشاره بکنم که انترناسیونال یعنی انترناسیونال دوم این نشستی که بهش اشاره کردم در پاریس صحبتی از این که این روز
باشه که هر سال تکرار بشه نمیکنه. میگه که در سال 1990 ما این مراسم رو در همه جا برگزار میکنیم و این روز روز جهانی یک به عنوان یک روز جهانی در حمایت کارگران امریکایی و برای 8 ساعت کار و برای جا انداختن ضرورت 8 ساعت کار برای کارگران. و درباره این هم صحبت نمیکنه که چجوری برگزار بشه این روز. این رو وامی گذاره به خود کنشگران، کنشگران کارگری و احزاب و سازمان‌های کمونیستی اون زمان که در کنار کارگران و سوسیالیستی اون زمان که در کنار کارگران می‌خواستن که این برنامه رو برگزار کنن. فرمولی که به کار می‌بره رو من ترجمه کردم که میگن که جنبش جای کارگری جهان مختارند، این تظاهرات را دمونستراسیون رو تظاهرات ترجمه کردم در جاهایی در متون قدیمی، یعنی مثلا متون 50 سال پیش، 60 سال پیش، 80 سال پیش ما نمایش آمده برای دمونستراسیون. به هر حال ادامه میدم، جنبش کارگری جهان، جنبش های کارگری جهان مختارن این تظاهرات را به گونه‌ای برگزار کنند که منطبق با نیازمندی های کشورشان باشد. بنابراین اصلا در مورد این که آیا این روز روز عید، روز جشن، روز هستش که کارگرها سر کار نمیرن، میان تو خیابون حالت جشن و سرور دارن، یا اینکه نه میخوان یه حرکت خیلی رزمنده‌ای رو نشون بدن، یا نه میخوان که استناد بکنن و اشاره بکنن به داستان چهار نفری که در شیکاگو به جوخه تیرباران سپرده شدن، مطلقاً وارد این صحبت‌ها نمیشه. این صحبت‌ها البته در کنگره میشه، ولی انترناسیونال برای خودش چنین حقی رو قائل نمیشه که بگه به این شکل برگزار کنید، به این شکل برگزار نکنید. این رو میگذاره با اراده برگزار کنندگان این روز در هر جایی که هستن. خب و در هر جایی واقعا یک جوری برگزار شد. مثلا در لندن 300 هزار نفر در هایت پارک آمدن، حالت خیلی بیشتر حالت جشن و سرور. در آلمان که تازه از قانون ضد کارگری، ضد سوسیالیستی بیزمارک رها شده بود که سالهای سال اونجا اگر اشتباه نکنم از سال 1861 در حقیقت فکر سوسیالیستی، حرکت سوسیالیستی ممنوع شده بود، تازه اینجا اونجا این قانون چیز میشه، لغو میشه. در آلمان هم حرکت خیلی حالت بیشتر جشن و سروری بود، ولی در جاهایی مثل فرانسه و در اتریش نه، تظاهرات خیابانی هستش با شعارهای کوبنده و نشون دهنده اراده طبقه کارگر برای اینکه یک دنیای دیگه ای رو بسازه. خب این میانم در کشورهای گوناگون به شکلهای گاه این گاه اون برگزار میشد. اگر مثلا در جاهای آنارشیستا خیلی قوی بودن، مثلا در مثل اسپانیا، اون موقع داستان چهار نفری که کشته شدن، اینی که این روز روزی هستش که خون کارگر ریخته شده، خون برادران ما ریخته شده، خواهران ما ریخته شده، در این روز مطرح میشد. در مثلا جاهایی که آنارشیستا بودن رو این جنبه قضیه بیشتر تاکید میشد. بنابراین این روز در همه جا در سال 1890 در بسیاری از کشورهای جهان برگزار میشه و بیشتر البته کشورهای اروپایی و امریکایی، همچنین اقیانوسیه، و خیلی موفقیت آمیز از آب در میاد و این موفقیت سبب میشه که کارگران، اتحادیه‌هاشون، احزاب سوسیالیست، کمونیست تصمیم بگیرن که این روز رو در حقیقت هر سال تکرار بکنن.
و حتی گفته میشه که تا زمانی که به 8 ساعت کار در روز دست نیابیم و بعد گفته میشه که و به دیگر خواسته های خودمون دست نیابیم، هر سال در روز اول ماه مه در حقیقت دست به این حرکت میزنیم. و این گونه هستش که یک سنتی به قول اریک هابسبام که مقاله بی نهایت مهمی در این زمینه داره و روی این جنبه‌ای که انترناسیونال نه از قبل نقشه‌ای داشته نه قصد معینی داشته و این روز چجوری خودش یک سنتی میشه و در هر جامعه‌ای متناسب با وضعیت اون جامعه، سنت‌های اون جامعه، روحیه مردم اون جامعه به شکلی این روز برگزار میشه و ماندگار میشه. در اینی که انترناسیونال تصمیم نمیگیره که این روز به عنوان یک روز ماندگار و هر ساله تکرار بشه، چنین تصمیم رو نمیگیره. این تصمیمی هستش که خود کارگران میگیرن، احزاب میگیرن، اتحادیه‌های کارگری میگیرن و ما تا امروز که امروزه شاهد این هستیم. البته با گذر زمان خب خیلی از کشورهای اروپایی با در نظر گرفتن اینی که تو حق رأی همگانی که هستش جریانات چپ، جریانات کمونیست غیره میتونن وارد، یا سوسیال دموکرات به دقیق تر بگم، وارد پارلمان بشن و تو پارلمان اینو مطرح بکنن که ما میخواییم که این روز به رسمیت شناخته بشه از طرف دولت ها، این روز به عنوان روز رسمی تعطیل کارخانجات مطرح بشه و همین اتفاق هم در خیلی از کشورهای اروپایی میفته. در امریکا اول ماه مه رو به رسمیت نمیشناسن به خاطر اینکه روز دیگه ای رو به عنوان روز در سپتامبر به عنوان روز کارگر دولت از مدت‌ها پیش در حقیقت به رسمیت شناخته بود. اولین دوشنبه هر سپتامبری در امریکا روز کارگره. بنابراین چنین اتفاقی در امریکا نمیفته که روز اول ماه مه هیچ، برخلاف مثلا کشورهای اروپایی که در همه جا حرکت هستش، غیره هستش، یا امروز بسیاری از کشورهای جهان، در ایران، حتی در ایران، در امریکا نه، این سنت اول ماه مه مطرح نمیشه. و یه چیزی دیگه هم که در این زمینه شاید مهم باشه توجه بهش این هستش که در باره اینی که مثلا جامعه های کمی محافظه کارتر به این مسئله که الان میخوام خدمتون عرض کنم توجه بیشتری داشتن. خب اگر اول ماه مه مثلا در سال بعد یه پنجشنبه افتاد، خب این به معنی این بودش که شما نرین سر کار و خب یا باید حالا کارفرما حقوقتون میپردازه یا از حقوقتون کم میکنه اون روزو. به هر حال این مسئله مطرح میشه که آیا بهتر نیست که ما اگر که مثلا اول ماه مه میفته پنجشنبه، بعد یک شنبه مثلا فرض کنیم چهارم مثلا فرض کنیم این کار رو بکنیم، این صحبت در میگیره و بین جریانات مختلف در داخل انترناسیونال به هر حال به طور قطع ما میدونیم اسنادش هستش که میتونیم بهش نگاه بکنیم، این بحث حادی میشه، باز به ویژه میان جریانایی که توی انگلستان هستن و آلمان در از یک طرف، که اگر چنین با چنین مشکلی روبرو بشیم لزوماً اول ماه مه نذاریم، و بعد جریانات دیگه‌ای که بیشتر از طرف فرانسوی‌ها و اتریشی‌ها نمایندگی می‌شدن ولی بیشترین پایه رو هم در داخل انترناسیونال داشتن برای اینی که نه، اول ماه مه رو باید به هر ترتیب که شده جشن گرفت، حتی اگر که از حقوق ممکن بکنن، حتی اگر اینکه جلوگیری بکنن از برگزاری این مراسم و غیره، ما باید اینو برگزار کنیم. اول ماه مه، اول ماه مه. بنابراین این رو هم باید در نظر گرفت. بخوام بگم که چقدر تمام این
مسائلی که ما داریم صحبت میکنیم اهمیت پیدا میکنه برای ساختن یک سنت. من با اجازه شما وارد بخش دیگه‌ای که یعنی در از زمانی که در حقیقت اول ماه می رو بسیاری از کشورهای جهان به رسمیت میشناسن به عنوان یک روز کارگر، به عنوان روز کارگر، حتی گذرا بگم در سال 1150 هم شاه ایران گفتش که اعلام کرد که روز اول ماه می رو به عنوان روز جهانی کارگر میپذیریم. البته در اون سال اتفاق خاصی نیفتاد، ولی بعد حالا با توجه به تمام اختناقی که در اون مملکت وجود داشت در اون سالها و اینی که جنبش کارگری وجود نداشت، اتحادیه‌های راستین کارگری وجود نداشتن، اتحادیه‌های زرد وجود داشتن اندک شمار، جشن می‌گرفتن و اعلامی می‌کردن که نه اینکه هیچ وقت این روز رو به عنوان یک روز رسمی در دوره شاه به رسمیت نشناختن، فقط به رسمیت شناختن که یا روز تعطیل به رسمیت نشناختن، فقط به رسمیت شناختن که این روز کاریه و برای اینکه از جهان هم عقب نمونن و این روندهای جهانی که اتفاق میفته رو بگن که ما باهاش یه جوری خودمون رو سازگار میکنیم. برخ دیگه درباره همینی که بعد از به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم چگونه این وسعت گرفت و به رسمیت شناخته شد در اینجا و اونجا، در جاهای واقعا با بعد از چند سال مبارزه خونین در خیابان‌ها با اخراج و کارگران توأم بود و به زندان افکندناشون و غیره، ولی کم 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 با اشکال گوناگون مبارزه و با بالا پایین های خاص خودش در حقیقت این روز به عنوان روز یک عید کارگران و به عنوان یک روز کارگر به رسمیت شناخته شده و امروز هم پدیده ای هستش که همه دنیا باهاش سر و کار داره. و واقعا خب این جنبه جهانی بودن این در جشنها یا رویدادهای تاریخی این جنبه خیلی جنبه مهمی هستش که در یه روز هم مثلا فرض کنیم چه میدونم در استانبول، در قاهره، در نیویورک، در امستردام، در پاریس، در لندن کارگر میاد و از خودش به عنوان یک نیرویی که همه جای جهان هستش و بیش و کم دردهای مشترکی داره، طبیعتاً با تغییر این با این جهانی که درش رشد ناموزونی که از ویژگی های بزرگش هستش، خواسته هایی که کارگر مثلا چه میدونم سودانی مطرح میکنه با خواسته های کارگر فرانسوی فرق داره و اهمیت هم داره. این نکته که هر چقدر که مثلا فرض کنیم با جا افتادن 8 ساعت کار در روز، با جا افتادن بیمه بیکاران، با جا افتادن مثلا فرض کنیم صندوق اعانه بیداران غیره در این ور اون ور، هر چقدر این خواسته های صنفی برآورده شد، البته همه این خواسته های صنفی هنوز در هیچ جای دنیا همه به کلی برآورده نشده و هنوز کارگران باید یه سری خواسته های خیلی ابتدایی و ساده رو مطرح بکنن، چه میدونم برای کارگران زن مهد کودک یا یک جایی برای نگهدار داشتن فرزندانشون، یا مثلا فرض کنیم برای ایمنی بیشتر کارخانه ها غیره. گرچه هنوز این خواسته ها در جاهای مختلفی مطرح هستش، اما این اتفاق هم میفته که یه سلسله خواسته های سیاسی در پس از جنگ جهانی دوم به طور مشخص گره میخوره با خواسته های صنفی اقتصادی طبقه کارگر. خب من این بحث رو بهتره که در اینجا به پایان برسونم و برم سراغ
قسمت ایران اول مهمه. قبل از اینی که بحث ایران رو بکنم، دو تا نکته رو میخوام روش انگشت بذارم که کمک میکنه به ما برای فهمیدن بحث ایران. نکته نخست این که دیدیم که در اروپا و در امریکا این اتحادیه های کارگری هستند که میرن سراغ این روز برای 8 ساعت کار و بعد کنارش خواسته های دیگه که اشاره کرد. و بعد از مدتی که از این حرکت اتحادیه ها میگذره هستش که احزاب سیاسی وارد میدان میشن. یعنی مثلا در همونطور که اشاره کردم در مثلا انترناسیون دوم، خب همه احزابی که تو انترناسیون دوم بودن 400 نماینده عرض کردم اون موقع در اونجا بودن، اینها میان و دفاع میکنن از این خواست، کوشش میکنن این فکر رو پراکنده کنن، گسترشش دهن، ببرنش به میان مردم، ببرنش به میان افکار عمومی غیره، و به این ترتیب در حقیقت مسئله پیش میره. اتحادیه کارگری داستان رو شروع میکنه، حزب سیاسی میره پشتش و همه جا در درجه نخست، حتی تا همین امروز که مثلا فرض کنیم که روز اول ماهمه، در تا همین امروز در نخست اتحادیه های کارگری هستن که فراخوان رو میدن، از مردم دعوت میکنن که در این روز ما داریم مثلا از فلان قسمت شهر راه پیمایی آغاز میشه تا فلان قسمت، و باز همونطور که گفتم یه جاهایی میبینیم کاملا حالت فستیو داره، کاملا حالت جشن و غیره داره همراه با راه پیمایی. این نکته نخستی که میخواستم بگم. نکته دیگه این هستش که در کشورهای اروپایی و امریکا، خب به خاطر اینی که با یک اختناق‌های سیاسی گسترده‌ای همگیری روبرو نبودن، این گسستگی به وجود نمیاد. یعنی پیوستگی هستش بین این مراسم و اون مراسم اول ماه می در این سال و چند سال بعدش. این دو تا نکته رو باید توجه کرد، چون که در ایران یا در همه کشورهایی که با اختناق سیاسی روبرو بودن، مثلا در استانبول، در ترکیه، در مصر، در کشورهای دیگه‌ای که این سنت رو از آن خودشون هم میکنن، ما با یک چنین گرفتاری روبرو هستیم که یه موقع فضای سیاسی بازی هستش و یه موقع فضای سیاسی بسته. تو فضای سیاسی باز میشه این کار رو کرد، تو فضای سیاسی بسته نمیشه. اول ماهمه رو به شکل علنی، به شکل آشکار برگزار کرد. این دوتا نکته رو باید توجه کرد توی داستان ایران. خب جالبه که بدونیم که در ایران اولین باری که مراسم اول ماه مه برگزار میشه در سال 1300، یک سال بعد از کودتای سوم اسفند 1299 که سید ضیاء و رضاخان میرپنج با همین کودتا رو کرده بودن، و در اون سال خب بالاخره وضعیت مملکت وضعیت به هم ریخته ای بود. تا پیش از این چند سالی که در حقیقت تو جنگ جهانی ما هستیم، وضعیت مملکت به هم ریخته است، جنگ جهانی اول، و بعدش هم که خب دیدیم که یک کودتای صورت میگیره علیه احمدشاه و فضای سیاسی حکومت اصلا اون قدرت رو نداره که بتونه کنترل کنه همه چیز و همه جا رو. در این حال میدونیم که در همین سالها در شمال ایران، در گیلان، جنبش جنگلی رو داریم، حکومت
جنگلی ها رو داریم، حتی در خراسان حرکت پرسیان رو داریم، در آذربایجان حرکت خیابانی رو داریم، اونجا هم برای خودش، یعنی مملکت در یک وضعیت خاصی هستش و شورش های عشایر و شماری از ایلات و غیره، فضا فضایی هستش که کنترلی توش نیست و در این فضایی که به هر حال یک جور یک شکلی از آزادی در حقیقت به وجود آمده، اولین مراسم اول مهمه در ایران برگزار میشه در جنگل در شمال ایران. البته در این موقع که ما در سال 1299 هستیم، در تیر ماه همون سال حزب کمونیست ایران تشکیل میشه، یعنی در تیر ماه 1999 کمی پیش از کودتای سوم اسفند. و این مراسمی که برگزار میشه رو باید بهش توجه کرد که افراد حزب کمونیست ایران یا اعضای حزب کمونیست ایران در این برگزاری این مراسم نقش اصلی رو دارن. فراموش نمی کنیم و من فقط یادآوری می کنم که بعد از انقلاب اکتبر، خب خیلی از کارگران ایرانی که در باکو بودن و باکو جایی بودش برای اینی که کسانی که در ایران بیکار بودن، کار نداشتن و نیاز مبرم برای زندگی داشتن، میرفتن به باکو، خب اونجا در تأسیسات نفت و تأسیسات دیگه کار میکردن، باکو مرکز صنعتی بودش. اینها در حقیقت اولین کارگران صنعتی ایران در حقیقت از باکو میان. در اونجا کارگران با جریانات چه سوسیال حزب سوسیال دموکرات اونجا که بعداً بولشویک ها مثلا فرض کنیم به عنوان یه شاخش قدرت رو میگیرن هم رابطه نزدیک داشتن. دو تا جریان مهم در اونجا شکل میگیره، همه میدونیم، یکی داستان گروه همت هستش و دیگری حزب عدالت، و اینها به عنوان احزاب دست چپی ارتباط و رابطه تنگ و تنگی هم دارن با سوسیال دموکراسی روسیه و کشورهایی که ایالتهایی که توش هستن. خب اینا بعد از انقلاب اکتبر دیگه اون موقعیت سابق رو اصلا دولت شوراها قائل نیست برای باکو که یه جایی باشه که کارگران بیکار و کارگران مهاجر بیان اونجا کار کنن و غیره و اینها. بنابراین بسیاری از اینها برمیگردن. اونایی که در حقیقت با همت و حزب عدالت کار میکردن جزو کسانی هستن که نقش فعالی در حرکت‌های در بردن آگاهی سیاسی سوسیالیستی میان کارگران دیگه نقش فعالی ایفا میکنن. در جنبش جنگل هم بسیار فعال هستن و ما میدونیم که حزب کمونیست ایران از همون لحظه‌ای که تشکیل میشه و حتی پیش از اینی که تشکیل بشه، اعضای که بعداً حزب کمونیستی ایران رو درست میکنن نقش مهمی دارن در جنبش جنگل، به ویژه حیدرخان عموغلو که در حتی در حل و فصل کردن دعواهای داخلی هم نقش مهمی داشت. به هر حال این نخستین حرکتی که صورت میگیره، نخستین اول مهمه ای که ما داریم در سال 1300 هستش و من یه تیکه از این اطلاعیه‌ای که در حقیقت به عنوان اول ماهمه حزب کمونیست پخش میکنه رو در اونجا براتون میخونم. در ایران سرخ 3 سور اردیبهشت 1300 میگه که رفقای رنجبر، حاضر باشید برای جشن عید اول ماه مه که عید سعیدی است برای رنجبران تمام دنیا. اولین دفعه است که رنجبران غلبه کردند بر قلدران. و بعد در چند شماره، دو شماره بعد، یک گزارشی ما میخونیم که این مراسم
چگونه برگزار شد. یه تیکه کوچکی از این گزارش رو براتون میخونم. ما افراد قشون سرخ با سرکرده های خودمان بعد از شنیدن نطقهای رفقای محترم معنای اول ماه مای را فهمیده ایم که روز اول مای اولین روز آزادی و زحمت و رنج است از قید اسارت سرمایه‌داران و روز متحد و متفق شدن تمامی رنجبران. سالهاست روزی که کارگران و رنجبران می توانند بر ضد دشمنان خود یعنی سرمایه‌داران هیجان نمایند. ما نیز همچنان بر ضد سرمایه‌داران عالم عقاید خودمان را آشکار می کنیم و قسم می خوریم که کار خودمان را به انجام رسانیم، یعنی تمام مظلومین را آزاد نماییم، و امیدوار هستیم که کارگران و رنجبران تمام عالم با ما متفق باشد. این نخستین ماه مهی هستش که ما برگزار کردیم. در جاهایی که مثلا اولین مراسم ماه مهی در سال 1299 برگزار شد، در تهران و در مسجد سپهسالار. من در البته این گرایش در میان تاریخ دانان گرایش بسیار بسیار ضعیفیه، همه یا 1300 یا 1301 رو، اکثرا 1301 رو به عنوان نخستین روز، نخستین باری که ما اول ماه مهر رو جشن گرفتیم و گرامی داشتیم ازش یاد میکنن. ولی این هم آمده که در 1299 در مسجد سپهسالار نمایندگان کارگران سخنرانی کردن به مناسبت اول ماه مهر. من هیچ سندی در این زمینه نیافتم، ولی اینایی که مثلا همین الان نقل قولی که براتون خوندم، این رو از ایران سرخ من گرفتم، یا مثلا در سال 1301 این رو هم میخونم از مجله حقیقت که در حقیقت ارگان شوراهای متحد سندیکاهای ایران هستش، و کسی که این که حقیقت در می آورد اجازی زیر شکنجه دستگاه بعد چند سال بعد کشته میشه. این تیکرم جالبه که براتون بخونم. میگه اول ماه مهر باید تعطیل شود. این تعطیلی هرج و مرج نیست، این تعطیلی انقلاب هم نیست. در این تعطیلی است که باید ملت از حکومت با زور حقوق خود را مستعد دارد. این عید نیست بلکه دادخواهی است. این روزی است که دولت باید موجودیت ملت را بفهمد، باید به حکومت فهماند که تو نوکر ملت هستی، پس باید موافق خواهش ملت رفتار کنی. تو نمیتوانی از آزادی قلم، آزادی مطبوعات و آزادی اجتماعات جلوگیری کنی، زیرا اینها حق مشروع ملت است. درست در همین روز توی حقیقت شماره 69، یعنی اینی که خوندم مال حقیقت شماره 68 هشتم سور، این یکی دهم سور، همون سال 1301 خبر میده که یه نمایش کمدی اخلاقی در سه پرده به افتخار کارگران عصر دوشنبه اول ماه مه، سه شنبه 12 برج سور در سالن گراند هتل ترتیب داده خواهد شد. قیمت بلیط 1 قران است، محل فروش ترنج. به هر حال این در از 1301 تا 1304 که فضای بازی هستش و رضا خانم هنوز رضا شاه نشده و کوشش میکنه که، حتی میدونیم که رضا خان در اون حتی یه دوره خودش رو به عنوان جمهوری خواه تو این سالها هویت خودش رو اعلام میکنه و وضعیتی هستش که از هر وسیله‌ای میخواد استفاده بکنه برای اینی که در حقیقت قدرت خودش رو استوار بکنه. تو این سالها حتی روابط با حزب کمونیست هم داره، به قول خود حزب کمونیست ایران مغازله میکنه با حزب کمونیست، و در این چند ساله خب حزب کمونیست خیلی دستش باز هستش، راحت میتونه کار بکنه
کوشش میکنه حزب کمونیست که اتحادیه‌های کارگری رو به وجود بیاره. این همون فرقی هستش که بهش اشاره کردم. اینجا حزب کمونیست هستش که سعی میکنه اتحادیه کارگری به وجود بیاره، برخلاف روندهایی که ما در اروپا و امریکا یه شمالی شاهدش بودیم. و نشریات مختلف در میارن. عرضم خدمتتون که انجمنهای فرهنگی به وجود میارن، چند تا انجمن فرهنگی بسیار مهم در رشت، در قزوین، در انزلی به وجود میارن و این انجمنهای فرهنگی نقش مهمی دارن در تنویر افکار و بردن عقاید و افکار پیشرفته در میان مردم. انجمنهای زنان شکل میگیره، مثلا پیک سعادت نسوان در رشت در یک ارتباط نسبتا نزدیکی هستش با انجمن فرهنگ که یکی از مهمترین انجمنهایی هستش که به عنوان یک جریان روشنفکری پیشرفته، شاید مهمترین جریان روشنفکری اون زمان ایران، تشکل روشنفکری اون زمان ایران باشه. خب این سالها سالهایی هستش که این امکانات وجود داره تا سال 1304 که رضا شاه تاجگذاری میکنه، خانواده پهلوی، دودمان پهلوی میشه جانشین قاجار و از اون زمان به بعد ما کم کم شاهد گسترش اختناق هستیم و این اختناق هم در 1310 به اوج خودش میرسه با تصویب قانون سیاه 1310 که فکر سوسیالیستی رو، مرام اشتراکی رو غیر قانونی اعلام میکنه در مملکت و از اون سال به بعد ما شاهد هیچ نوع حرکت برای اول ماه می نیستیم. این رو بگم که به رغم بعد از تاجگذاری و به رغم این که 1304، 1305، 1306 به شدت اون دو سه سال اول فضای اختناق حاکم بود و پلیس سیاسی آگاه بود که باید با بیشترین نیروی خودش به سرکوب هر حرکتی بپردازه و کلی در این سالها کارگران پیشرو به زندان میفتن غیره، با این حال بعد از کنگره دوم حزب کمونیست ایران که مواضع خودش رو درباره رضا شاه عوض میکنه، میدونیم که در کنگره اول به رضا شاه با خیلی نگاه مثبت نگاه میکردن به عنوان نماینده بورژوازی ملی ایران و کسی که میخواد ایران رو از سلطه امپریالیسم نجات بده و میخواد ایران رو آزاد بکنه، آزادی به وجود بیاره غیره، با این نگاه میکردن. اما کنگره دوم 1306 که به کنگره عمومی معروف هستش ولی در عمومی برگزار نشد، در این کنگره دوم خب برنامه و پلتفرم سیاسی حزب تغییر میکنه و توی یک پوزیسیون کاملا رو در روی با رضا شاه قرار میگیره و در همین رابطه هستش که باید فهمید که مراسم اول ماه مه در 1307 در چندین شهر برگزار میشه، در هر جایی که میتونستن برگزار کردن با همون الهام و روحیه‌ای که از در حقیقت کنگره دوم گرفته بودن و خط مشی که کنگره دوم که به هر ترتیب باید در مقابل رضا شاه ایستاد و از مبارزه غفلت نکرد. بعد پشت سر اینا ما داستان 1308 رو داریم که در حقیقت کارگران نفت جنوب ایران دست به یک حرکت مبارزاتی گسترده میزنن. من چون که میدونم وقتم کمه، با اینکه یک تیکه رو انتخاب کرده بودم از روزنامه ستاره سرخ، ارگان حزب کمونیست ایران که گزارش میده در حقیقت این مبارزه رو، اعتصاب گسترده رو در 1308 که چقدر حتی کوشش میکنن که فعالین قبل از مثلا اول ماه مه، قرار داشت از اول ماه مه این برنامه برگزار بشه برای اینی که ملی بشه، اونجا صنعت نفت برای اینکه آزادی داشته باشن، چند تا از خواسته هاشون که یعنی خواسته های اون تقاضاهای اون کارگرها رو براتون به سرعت میخونم.
بالا بردن دستمزد تا 15% به رسمیت شناختن اتحادیه‌های کارگری، به رسمیت شناختن عید اول ماه مه، دخالت دادن نمایندگان کارگران در موارد اخراج و قبول کارگر، 7 ساعت کار برای جوانان کمتر از 18 سال و غیره. به هر حال جلوی این حرکت رو میگیرن، تعدادی از 91 نفر رو دستگیر میکنن از فعالین رو. با این حال توده کارگر چند هزار نفر برای چند روز درگیر این حرکت هستن که آخر سر هم در مواردی حکومت عقب نشینی میکنه. کمی پس از این داستان جنوب، حرکت نفتگران در اصفهان، کارگران چیت وطن اصفهان دست به حرکت میزنن که اینها یکی از دستاوردهای این مبارزه، هم افزایش حقوقشون میتونن بگیرن و هم اینی که 9 ساعت کار در هفته، به هر حال چونه به چونه‌ای که میزدن، قبلا 13-14 ساعت کار میکردن، ولی در اثر چانه‌زنی و این اعتصابی که اعتصاب گسترده و موفقی بود، میتونن که سری از خسارات خودشونو بگیرن. در این باره من دلم خواستش که یک گزارشی بدم درباره این اعتصاب کارگران اصفهان، ولی چون که وقت نیست ناچار هستم که بس رو یه جورایی به هر حال باید به پایان برسونمش. خواستم اینو بگم که ناچار هستم که فقط رؤوس قضیه رو مطرح بکنم تا پیش از انقلاب بهمن که موضوع صحبت من بوده، که بین 1110 تا 1120 ما برنامه‌ای نداریم. اگرم هستش یا در کوه یا در باغ یا در خونه روشنفکران چپ یا کارگران چپ که برنامه یه جوری این روز رو با مهمانی‌های خانوادگی و غیره و اینها گرامی می‌داشتم و میرسیم به شهریور 20. از شهریور 20 به بعد دو مرتبه اتحادیه‌ها خیلی هاشون جون می‌گیرن. شماری از این سندیکالیست‌ها که در زندان بودن مثل یوسف افتخاری، مثل حمداد، مثل علی امید غیره که میان از زندان بیرون شروع میکنن سازماندهی اتحادیه‌ها. حزب توده هم میتونه شورای متحد مرکزی خودش رو درست بکنه و شروع بکنن کار کردن در میان کارگران. و ما از اون سال به طور منظم از سال شهریور 20 درست مثل چیز از شهریور 20 تا 24 حرکت‌های علنی و عمومی داریم برای اول ماه مه، تظاهرات خیابانی غیره غیره و حتی یعنی گسترده تر و آشکارتر از اون چیزی که ما در سالهای 1300 تا 1304 شاهدش بودیم، به مراتب گسترده تر و کاملا علنی راهپیمایی که در شهرهای مختلف صورت میگرفت. چند جام هستش که جاهای مهم بوده، همیشه تبریز، اصفهان، جنوب ایران، آبادان، اهواز، اردبیل، حتی تهران، رشت، انزلی، اینا جاهایی بودن که هر سال این برنامه ها رو در حقیقت داشتن. عرضم خدمتتون که تا سال 24 در حقیقت برنامه های اول مهمه که بیشتر توسط حزب توده ایران برگزار می شد، مرتب هر سال برگزار می شد، هم در تهران و هم در شهرستان ها که نام شهرها رو بیشتر خدمتتون عرض کردم، دلیل نمی‌بینم که دوباره تکرار بکنم. ولی در سال 25 که در حقیقت کابینه قوام السلطنه استعفا میده و بعد از استعفاش سه وزیر توده‌ای که در کابینش بودن رو کنار میگذاره و بعد دو مرتبه کابینه تازه‌ای درست میکنه و این هم بدون فشار دربار انجام نشد و تاریخ نگاران گوناگون بر این مسئله انگشت میگذارن، بعد از اون یک
موج کوتاه البته اختناق جامعه رو فرا میگیره. به همین دلیل ما در سال 26 برخلاف سال 25 که وقتی گزارش های اول ماهمه رو در سال 25 میخونیم میبینیم مثل کشورهای اروپایی در حقیقت مراسم اول ماهمه برگزار شد با ارتش مواظب تظاهر کنندگان هستش. تظاهر کنندگان خیلی در نهایت آرامش راحتی دارن حرکت میکنن، کاملا مثل یک فضای اروپایی هستش که آدم میخونه تظاهرات اون زمان رو. ولی بعد از سال 25 تا سال 26 ما خبری نداریم از تظاهرات اول ماهمه. سال 27 در حقیقت بعد از ترور شاه در یک دوره اختناق دو سه ساله ای بر جامعه حاکم میشه و در تو این دوره اختناق دو مرتبه همه احزاب و سازمان ها باید خیلی دست به عصا حرکت میکنن، به ویژه حزب توده ایران که نیروی اصلی برگزاری و زنده نگهداری تظاهرات اول ماهمه هستش، تا برسیم به دوران نخست وزیری دکتر مصدق که در این دوران ایشون تظاهرات اول ماهمه رو به رسمیت میشناسن و یعنی عضو میخوام اول ماهمه رو به رسمیت میشناسن و من روز کارگر و تظاهرات رو قانونی میشمارن. بنابراین در این سالها چند تظاهرات خیلی باز مفصل شاهدش هستیم تا کودتای 28 مرداد که دیگه با موجهای کوتاه اختناق دست به گریبان نیستیم، با یک موج بلند اختناق از 28 مرداد روبرو هستیم تا 1357. و تو این موج بلند اختناق هم حتی سالهای 38-41 که یک تنفس کوتاه سیاسی هستش در جامعه حاکم میشه و این واژه را البته واژه‌ای هستش که بیژن جزنی به کار گرفت، میبینیم که هیچ نوع امکان حرکتی در حقیقت وجود نداره. تمام سندیکاهای مستقل برچیده شدن، هیچ حزب سیاسی وجود نداره، روزنامه ها و یه مخالف حکومت مطلقا در عرصه مطبوعات حاضر نیستن، وجود ندارن، همینجور نشریات مجله ها غیره که حالا کار ندارم که از 1353 به بعدم با حزب رستاخیز رو هستیم و تعطیل حتی مجله های که طرفدار نظام بودن. ما خبری نداریم تا آستانه انقلاب. مایل بودم که به حرکت هایی که در آستانه انقلاب صورت میگیره اشاره بکنم، منتها میدونم چون وقت کم از این هم ناشران بگذرم و بگم که در مجموع این سالهای بعد از کودتای 28 مرداد تا 32 هر آنچه که اتفاق میافتاد در ارتباط با اول ماهمه یا در خونه هاست یا در کوه پایه هاست که کارگران وجدان‌های بیدار می‌نشینن و با هم دیگه درباره روز کارگر، روز جهانی کارگر، روز همبستگی کارگران جهان با هم دیگه صحبت می‌کنن. ناچارم در عرایزم پایان بدم با توجه به اینی که از وقتم گذاشتم و این رو آگاه هم بهش. اجازه بدید این چند لحظه آخر رو به این بگذرونم که برای کسانی که علاقمند هستن در این باره درباره جنبش کارگری ایران و اول ماهمه بیشتر بدونن، پیشنهاد بکنم که این کتاب ها اشاره هایی به سنت اول ماهمه در ایران داره. مواردی رو هر کدوم از این کتاب ها و جزبه هایی که الان خدمتتون میگم یا روزنامه ها که الان نامشون رو براتون میخونم، اشاره هایی به اول ماهمه در ایران سالهایی که ما بررسی کردیم، یعنی در حقیقت از کودتای سوم اسفند 1299 تا
شهریور 20 و از کار برکنار شدن رضا شاه و بعد دوره‌ای که دوره فضای آزادی هستش در ایران از شهریور 1320 تا کودتای 28 مرداد رو و حتی اشاره هایی و همین نوع مراسمی که اشاره کردم خدمتون برای اول ماه مه به شکل خصوصی و زیرزمینی اشاره هایی در این کتاب ها و نشریاتی که الان خدمتون عرض میکنم میبینیم. ما متاسفانه کتاب های مرجع در این زمینه اندک شمار داریم. برای اینی که بر سالهای بعد از کودتای سوم اسفند واقعا به بهترین چیز خود همین روزنامه های ستاره سرخی که چاپ هم شده و میشه مجموعش رو خرید و نگاه کرد و گزارش ها رو دید. چیز کتابی هستش که آقای کاوه بیات در آوردن، سازمان انتشارات سازمان اسناد ملی، فعالیت های کمونیستی در دوره رضا شاه، که این کتاب کتاب هستش که کمک میکنه برای فهم بهتر قضیه. کتاب دیگری هستش توی زمینه که به کوشش محمود طاهر احمدی در آمده، اونم سازمان اسناد ملی ایران، اسنادی از اتحادیه های کارگری ایران هستش، خاطرات دوران سپری شده هستش که مال یوسف افتخاریه، کتاب خواندنی هستش بی تردید، جنبش کارگری و کمونیستی ایران در دوران اول سلطنت رضا شاه، اردشیر آوانسیانی که از اعضای حزب کمونیست ایران خاطراتش رو نوشته، دیگری شمعی از جنبش کارگری درباره جنبش درباره تاریخ جنبش کارگری ایران هستش که عبدالصمد کامبخش نوشته. یعنی در حقیقت برای اینی که ما با این مسئله آشنا بشیم بیشتر ناچار هستیم که هم اون چیزی که اول عرض کردم خدمتتون، از اونجایی که کتاب مرجع اون ترتیب نداریم، کتاب آقای لاجوردی هم هستش که کتاب بسیار مهمیه، جنبش کارگری و دیکتاتوری در ایران، اون هم کتاب مهمی هستش، ولی واقعا کتاب که بخوایم بگیم که یه در برگیرنده تمام داستان جنبش کارگری ما باشه نیست. مقالات در این ور اون ور هستش، ناچار هستش که هر کسی فعلا میخواد درباره جنبش کارگری ایران اطلاعات دقیق‌تری رو به دست بیاره رجوع کنه به روزنامه‌ها و بعد خاطرات سیاسی افراد و از این رهگذر بتونه به یک فکرهایی برای خودش یا برداشتهایی برای خودش برسه. امیدوار بودم که روزی این روزنامه زفر روزنامه کارگری حزب توده بود، از این نظر که ما خبر بده که چه داره میگذره، روزنامه مهمی هستش، ولی ناچار هستیم در حقیقت با روزنامه ها کار بکنیم و این خاطرات افراد وابسته به احزاب گوناگون و چند تا مجموعه سند. فرقه عدالت ایران هم که آقای خسروپناه و اولیور باس با هم در آوردن کمک میکنه برای فهمیدن اون چیزی که داشته در قفقاز اتفاق میفتاده. در اون زمینه البته کتاب های دیگه هم هستش که باز با توجه به وقت کم ترجیح دادم که در برش صحبت نکنم.